ادیان معتقدند که آخرین دینند. آیا دیانت بهایی هم خود رو کاملترین و آخرین دین میدونه؟ بحث خاتم الانبیا چیست؟ آیا استمرار ادیان همچنان ادامه داره و همچنین بهایان معتقدند که موعود منتظری برای اونها هم خواهد آمد؟ در فرایند تکامل و استمرار ادیان آینده چگونه خواهد بود؟ اینها مطالبی است که انشاءالله امروز در برنامه بازتاب به اونها خواهیم پرداخت. در استودیو همراه هستیم با آقای هوشیدر هایی، محقق علوم انسانی که تحصیلات خودشون رو در ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به اتمام رسوندند و همینطور از طریق اسکایپ همراهیم با آقای دکتر ایرج اشراقی، دکترای علوم طبیعی که از دانشگاه لیپگ در آلمان این درجه رو اخذ کردند. ایشون در همون دانشگاه هم مدت‌ها به تحقیق مشغول بودند و مدتی هم به دعوت دولت ایران به ایران سفر کردند. وقتی برگشتند به تحقیق درباره تاریخ ادیان و تاریخ معاصر ایران مشغول بودند و کتب متعددی در این زمینه هم به رشته تحریر درآوردند. خیلی خوش آمدید به برنامه بازتاب. خیلی متشکرم. بازتاب هم سعی می‌کنه از دیدگاه شما به این مطالب نگاه بکنه. آقای هایی، بفرمایید که چرا همه ادیان معتقدند آخرین دینند؟ والا اولا همه ادیان چنین اعتقادی ندارند، من جمله دیانت بهایی به هیچ وجه مدعی نیست که آخرین دین است و حتی تأکید شده است بر اینکه پس از گذشت هزار سال از زمان ظهور دیانت بهایی مظهر دیگری خواهد آمد و برنامه جدیدتری خواهد بود، شاید اسمش هم تغییر بکنه، ولی به هر حال پیغمبر دیگری اعزام خواهد شد و ما منتظر اون هستیم. این اعتقاد به آخرین دین و آخرین شریعت صرفاً مربوط میشه و در درجه اول به اسلام و بعدم هم البته به مسیحیت و حتی دیانت یهود، ولی اونجا هم باز سخن زیاد هست. در مسئله خاتمیت، به خصوص مسئله خاتم الانبیا که مربوط به اسلام میشه، به هیچ وجه در یکی دو ساعت، سه ساعت، ده ساعت، بیست ساعت نمیشه توضیح کافی داد و وقت بسیار زیادی لازم داره این کار. اما به طور خیلی خیلی فشرده و خلاصه بگیم، تصور کرده اند که منظور از خاتم یعنی خاتم، که به معنی پایان دهنده یا پایان هر کار هست، خاتم. و لفظ خاتم که هم به انگشتر و هم به زینت اطلاق شده بهتر به این آیه به اصطلاح میخوره که رسول اکرم در بین انبیا مانند زینت است، زینت گروه انبیا است و نه اینکه پایان دهنده او. این یکی. و یکی دیگه این که اساسا خاتم الانبیا گفتند. انبیا جمع نبی است، نبی هم یکی از اسامی پیغمبر یا فرستاده حقه. در قرآن مجید بر اساس آیاتی که در قرآن مجید هست، خود علمای اسلام و مفسرین بین نبی و رسول خیلی اختلاف قائلند، به نحوی که اکثریت قریب به اتفاق اونها رسول رو اعم از نبی میدانند، به این ترتیب که هر نبی هر رسولی نبی هست ولی هر نبیی رسول نیست. آیه دکتر اشراقی، آیه هایی فرمودن که یک بحث بسیار پیچیده ایه که در یک جلسه و دو جلسه و 20 جلسه نمیشه. من میخوام ببینم که یه همچین بحث پیچیده ای برای چی اساسا مطرح شده، اگر که قراره که فقط بحث یک استعاره ادبی باشه، اگر قراره که فقط تفکیک بین نبی و رسول باشه، اصلا برای چی مطرح شده؟ این همه سال عباد رو به امتحان به اصطلاح دینیش وادار کرده و فقط هم بحث این نیست، یعنی
حالا ما یه بحث خاتم الانبیا رو داریم، همه ی ادیان اینجوری فکر میکنن که آخرین دینن، و آیات دیگه‌ای هم داله بر این قضیه وجود داره. وقتی میفرمان اکملت لکم دینکم، یعنی اینکه خب تمام شد، کامل کردم دین رو. این مطالب چرا مطرح میشه در حالی که قراره که استمرار داشته باشه ظهورات؟ به طور کلی الواح متعددی از هسته به حالا وجود داره که میفرمایند نفه نبوت و رسالت با محمد ابن عبدالله ختم شد، به حالا یک دوران دیگری را شروع کرده. دوران خرده، فرما نعمت و عظما و عطیه کبرا در رتبه اولا خرد بوده و هست. دوران عقلگرایی هست و این است که یه مسئله است که واقعا مشکل راجبش هم بحث میشه کرد، البته نه به این ترتیب، چون واقعا پیغمبر اسلام اون دوره‌ای که شما اگر که توجه بکنید پیغمبر هر حرفی رو که میخواست بزنه چون عرب قبول نمی‌کردن میگفت جبرئیل اومد الان گفت، و مثال زیادی هست که در میشه نشون داد جای مختلف که عربا حرفی میزد قبول نمی‌کردن، یک ساعت بعد میگفت جبرئیل الان اومد گفت، میگفتن خب چون جبرئیل گفته پس بله. ولی لو اساسه بالا هست که فرمان نفر نبوت و رسالت با محمد ختم شد. دوران دیگریه و باید ما اون دوران را بشناسیم و راجع به اون دوران باید بحث بکنیم. دوران منجیگری در حقیقت که منتظر یک نفرن، این دوران منجیگری ریش رشته دیگری داره، علتش هم عقب موندگی جامعه، فشار جامعه است. همیشه جامعه منتظر است که یکی بیاد و نجاتش بده. الان منجی آلمان ها تا قبل از جنگ جهانی دوم هم دنبال منجی میگشتن، ولی امروز دیگه منجی نمیخوان. منجی در حقیقت همیشه نگاه بکنین در تاریخ، زمانی که اعراب ایران را گرفتن زردشتا دنبال شاه بهرام، منتظر شاه بهرام بودن. حتی مغولا وقتی اومدن مردم منتظر جلال‌الدین خوارزمشاه بودن، امروز هم منتظر امام قائمن. در حقیقت این تفکر منجیگری و انتظار اینکه منجی میاد و ما را نجات میده، اون یه بحثی است که وارد اسلام از طرف سومریا شده است. یه بحثی است که اگر یک بار بخوایم میشه راجبش صحبت کرد. پیغمبر اسلام یک دورانی آورده، یک نهضتی داشته و اون نهضت با خودش هم ختم شده. این درسته، ولی با حالا یک پیام دیگری داره، بیان دیگری داره. شما دو سه تا سوال یک بار مطرح شد که اینا با هم مخلوطن و اگر بخواد درست و علمی باشه راجبش صحبت بشه باید هر کدومش مفصل و جدا بحث کنیم. سپاسگزارم. آقای خایی، دیانت بهایی معتقد به استمرار ادیانه. وقتی که ما منتظر، یعنی میگیم که همچنان دین دیگری خواهد آمد، به تعبیری باز بحث انتظار وجود داره، در صورتی که آقای دکتر اشراقی میگن این بحث انتظار هم با دوران حضرت بهاءالله به اتمام رسیده. بعد بحث انتظار به اون معنایی که الان متداول هست، یعنی میگویند که امام غائب ما در چاه نمیدونم سامره یا چاه جمکران در اعماق اونجا غیبت کرده و حالا ظهور نمیکنه و قرار ظاهر بشه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و چه و چه. ولی اون روش و اون اعتقاد البته از بین رفته و نیست، اما ما به طور کلی معتقدیم که این سلسله انبیا ادامه خواهد یافت. همیشه بشر احتیاج به، نوع بشر احتیاج به مربی داره. همیشه یک گلستان خیلی زیبا احتیاج به یک باغبان داره که گلهای زیبا پرتراوت خوش رنگ به جامعه عرضه بکنه. اگر ولش بکنه یه دفعه این کار انجام بده و بعد ولش بکنه، سال بعد تبدیل میشه به یک علفزار. بنابراین همیشه این باغبان لازمه، تا گل هست باغبان هم لازمه. آقای دکتر اشراقی، این باغبان که قرار مستمرن بیاد و این گلها رو رسیدگی بکنه، مگه نمیفهمید در عصر جدید عصر خرد هستش؟ یعنی انگار که خود این گلها قراره دیگه خودشون رو پرورش بدن، اینجور نیست؟ ببینید این آقای دکتر، آقای نصف صحبت ایشون درست از نظر بنده، این که به هر جهت جامعه رهبر و پیشوای جدیدی میخواد، یعنی راهنمای جدیدی میخواد، ولی آیا در هزار سال آینده چه نوع راهنمایی خواهیم داشت اینجا نمیدونیم و راجبش هم الان بحث کردن خب یه بحث خیالی خواهد بود. ولی اونچه که مشخصه و منم با آقای هایی موافقم این هستم که به هر جهت فیض الهی قطع نخواهد شد بعد از هزار سال و بعد از ده هزار سال هم حتما خواهد اومد، ولی به چه فرمی به چه شکلی اون رو نمیدونیم و امروز هم راجع به شر بحثی بکنیم خب یه بحث خیالی خواهد بود. ولی تا اینجایی که ایشون میفرمان که استمرار قطع نمیشه، منم باش موافقم استمرار هست، منتها باید نحوه استمرار رو ببینیم که به چه فرمه. ولی آیا
پیش بینی شده است که این استمرار چجوری، این رو باز بحث جداییه. در حقیقت اینا بحث‌های مختلفی است که میشه راجع به هر کدومش جدا صحبت کرد. سپاسگزارم. اگر که اجازه بدید یه توقف کوتاهی داشته باشیم، بریم و برگردیم. در بخش اول دیدید که به این توافق رسیدیم که فیض الهی، بخشش الهی همیشه استمرار خواهد داشت، اما پیشبینی برای این که این فیض چگونه به بشر خواهد رسید در حاله ای از ابهام هستش و به آینده سپرده میشه. آیه هایی بفرمایید که اصولاً دیانت بهایی پس خودش رو آخرین دین میدونه یا نمیدونه؟ قاعدتاً به این تعبیر نمیدونه. نخه، به هیچ وجه. خب به هیچ وجه آخرین دین نمیدونه و صراحت داره بر این که در آینده به تدریج و تا زمانی که بشر باقی هست روی کره زمین و انسانی وجود داره، هر از چندی حدود 1000 سال مثلا یک فرستاده حق میاد برای راهنمایی و کمک به مردم و همین ادامه داره تا والا بی نهایت، تا زمانی که کره زمین برقرار است و انسان ها در اون زندگی می کنند و جوامع بشری وجود دارند. همیشه محتاج مربی هستند و این مربی مرتبا خواهد آمد. بنابراین معنی نداره که با توجه به یک چنین عقیده ای ما بپذیریم که ما آخرین دین هست. هرگز چنین چیزی نیست. آقای دکتر اشراقی، شما فرمودید، هم آقای هایی فرمودن که ما معتقدیم که هر دینی میاد حدود 1000-1500 سال به هر حال قوانین و احکامی داره که پابرجاست. با توجه به سیر تحولاتی که الان دیگه اینقدر سرعت این تحولات زیاد شده که 1000 سال دیگه به نظر من بسیار زمان طولانی هست برای اینکه تجدید بشن ادیان، در دیانت بهائی چه فرایندی برای این تغییر و تحول قبل از 1000 سال پیش بینی شده؟ خب مهم همین است که از سوالات دقیقا این پیشبینی رو فرمودن. برای همین است که میفرمان که سرنوشت عبادت به جامعه واگذار شده است، سرنوشت جامعه به دست منتخبین مردم سپرده شده است. بیت العدل میتونه قوانین را، بیت العدل کیه؟ بیت العدل منتخبین جامعه هستن، اینا میتونن قوانین را وضع کنن و اون قوانین را نسخ بکنن خودشون. پس بالای کلیاتی را آوردن و این کلیات بیش از 1000 سال هم خواهد بود. هیچ زمانی من فکر میکنم که بشر یه روز به این حد برسه که مخالف با عدل باشه یا مخالف با مواسات باشه، این وجود نخواهد مد، مگر اینکه کروات دیگری باشد، انسانهای دیگری، تفکرات دیگری، ولی این فرمی که ما میشناسیم این ابدی خواهد بود. این اصل میمونه، ولی به طور کلی قانون به بنبست میرسه. قوانینی که هست بلافاصله الان که قوانین در 10 سال و 5 سال به بنبست میرسه، هیچ وقت نمیشه یه قوانین. و اینکه جامعه در حال رشد، جامعه تکاملی داره که امروز داره، جامعه اروپای امروز با 50 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست و معلوم نیست این رشدی که داره میشه، این رشد تصاعدی 30 سال آینده جامعه چی باشه و چه قوانینی احتیاج داشته باشه. این قوانین را در هر دورانی به دستور بهاءالا منتخبین مردم تعیین میکنن برای حفظ ظاهری جامعه، ولی اصل که عرفان جامعه است اون ثابت میمونه. اون من فکر نمیکنم که 1000 سال بعدم یکی بیاد و بگه آقا نه عدل خوب نیست. این نمیدونیم، نمیتونیم ما تصور بکنیم. این که به همین علت است و آقای هایی هم قبلا به درستی اشاره کردن که اصل بهاءالا فرمان که این قوانین رو به خاطر من اجرا بکنین، نه به خاطر اینکه چیزی بهتون بدن، نه از بهشت و نه از دوزخ خبری نیست. در حقیقت این واقعیته و این چیز بسیار مهم و با ارزش جامعه بهائی این هست که قانونی نیست که همین هست و تا 1000 سال آینده هم تغییری نمیکنه و همین چه هست، نه، در حالی که میفرمان که قوانین را میتونه به طلب خودش وضع بکنه، به خودش اون قوانین را نسخ بکنه. همه احکامی هم که در کتاب وسط و مقدس است حدش را هم با به طلب گذاشتن. در حقیقت بهتر از این نمیشه و این اون دید در حقیقت جمال مبارک است به مسائل و اون الهیاتی که ایشون داشتن، اون وحی که داشتن، که در حقیقت مشکلات جامعه را به خوبی میدیدن و تشخیصشون بوده است که جامعه چجور باید اداره بشه و این است که ما امروز داریم
و این هست که میتونیم ارائه بدیم، نه به عنوان خاطب و خاتم و اون داستانی که واقعا دورانش تموم شده است. تو صحبت‌های آقای دکتر اشراقی به کرات گفته می‌شد که آینده مبهم هستش. همون سوال اول من هست آقای هایی، که چرا ادیان اینقدر مبهم نگه می‌دارند؟ چرا مشخصاً شرایط بعد تصویر نمیشه؟ چرا نباید مسلمین بدونند که دیانت بابی خواهد آمد با این مشخصات؟ چرا نباید مسیحی‌ها بدونند که دیانت اسلامی خواهد آمد با این مشخصات؟ و ما هم وقتی می‌خوایم به آینده نگاه بکنیم، باز هم باید در حاله‌ای از ابهام بهش نگاه بکنیم. البته در حاله ابهام باید گفت نیست. چرا؟ برای اینکه هر ظهوری برای ظهور بعد شرایط و به اصطلاح علاماتی قرار داده که وقتی چطور بشود ظهور انجام میشه، وقتی فلان موقعیت فلان حالت در جامعه به وجود بیاد اون وقت میاد. کما اینکه مثلا برای عرض شاید که قائم موعود در بین مسلمین اهل شیعه صحبت این هستش که زمانی ظاهر خواهد شد که دنیا پر از ظلم و جور و بیعدالتی و ستمگری و امثال اینا، یعنی تمام بسیار رذائل اخلاقی حکم فرما خواهد بود، هیچ حقیقتی دیگر. اون وقت میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. یعنی نه تنها این، بلکه تمام ظهورات انبیا همراه با نشانه ها و علامات بوده، منتها این علامات دارای رمز و رموزی بوده که فقط نفوس که دارای قلب پاک هستند میتوانستند اینا رو درک بکنند و نه همه، و اونم دلیل داره که چرا همه نمیتونند. به دلیل اینکه شبان روز در پی امرار معاش و عرض کنم که تأمین امور دنیوی و پیدا کردن پول بیشتر و امثال ایناست. اما اون شخصی که واقعا خداشناسه، عرض شود که آدم دینداریه، اعمال و رفتارش مطابق رضای الهی است، خداوند خودش اونو حتی کمک میکنه که اینه، بفرمایید ما کمکش میکنیم. ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اونایی که دنبال ما بیان و واقعا دنبال ما باشن، ما راهو بهشون نشون میدیم. ولی اون چه که انبیا فرمودند برای دوره بعدشون به عنوان علامات، اینها رو مظاهر الهیه میدونستن، مردم نمیرن از مظهر امر بودن، مردم میرن از آخوند یا مجتهد ده سوال میکنن. اونها هم خب معلومه که نظر به حب ریاست و عرض شود که مسائل دیگه هرگز نمیان تایید بکنن اینجور ظهورات جدید رو. به هر حال بنده معتقدم به طور قطع که علت این که این ظهور انبیا به نظر بعضی در حاله ای از ابهام هست و کاملا روشن نیست، نگفتن که آقا درست در سال 1163 فلان در دهکده یه نمیدونم کجایه که در قلب نمیدونم پاکستان یا نمیدونم فلان مملکت شخصی به نام حسن زاده خواهد شد که این مثلا شریعت رو تجدید میکنه و پیغمبر میشه و مردم رو هدایت میکنه و فرستاده خداست. خب این اصلا همه چی اصلا در بین مسلمین چیز ببخشید در بین اعراب هو افتاده بود قبل از حضرت رسول، قبل از تولد حضرت رسول، که یه شخصی به نام محمد میاد، تو احادیث هست، یه شخصی به نام محمد میاد و هدایت میکنه همه رو. می نویسند که در همون سال لااقل 40 نفر پسر زاییدن که اسم همه هم محمد گذاشتن. خب حالا درسته که آماری هم در دست نیست، معلوم نیست این درست و غلط باشه، ولی خود این نشون میده که گرایش جامعه به چه چیزی هست. در نتیجه نمیتونیم ما قبول بکنیم که دوغ و دوشاب یکی باشه. آقای دکتر اشراقی، من فکر میکنم که حتی وقتی به اصل دین نگاه میکنیم، به منابع اصلی دین هم نگاه میکنیم، همچنان در حاله ای از ابهام هست. یعنی وقتی اشاره میفرمایند که ظهور بعدی باید در ظلم و جور بسیار باشه، آیا ظلم و جوری که در زمان حضرت اعلی بود بیشتر از ظلم و جوری است که الان هست، یا
یا در قبلش، اینها قابل تفسیره. من فکر میکنم که همچنان ما ابهاماتی در زمینه ظهور داریم. شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید شما، در من براتون بگم که حضرت محمد در سوره اعراف ازش سوال میکنم یا غیب نمیدونم، سوره هود هم میگه غیب نمیدونم، چندین بار در قرآن ازش سوال میکنم یه من غیب نمیدونم، من یه آدمی هم مثل شما. احادیثی که میگن راجع به محمد در حقیقت در قبل از ظهور، اینا دارای اعتبار تاریخی نیست، چون شما همه ما تاریخ‌های قبلی اسلام رو داریم، تاریخ‌هایی که قدیم نوشته شده، در اوایل نوشته شده. در اون زمان چنین حرفی نبوده است. پیغمبر خودش میگه در 40 سالگی روزی که میگه بن وحی شد، شرایطش هست در اون زمان، چون در همون زمانی که محمد ابن عبدالله ادعای رسالت کرد، حداقل ما 4 نفر میشناسیم که اینا ادعای رسالت داشتن. انس گروه خیلی بزرگی داشت، خیلی بزرگتر از قریش بود. انس هست، مسیلمه هست، سجا هستن، های مختلف، ولی اینا همه یکتا پرست بودن، همه اعتقاد به یکتا پرستی داشتن. مسیلمه نامه که می نوشت گفت از مسیلمه رسول الله به محمد رسول الله، فقط گفته محمد رو باید در قرآن دید، در آیاتی که در قرآن، ولی در این احادیثی که مولا محمد باقر مجلسی 1,900,000 حدیث در 112 جلد از بهار الانوار اینا موجوده، خیلی از این احادیث هم ما یه زمانی حفظ می‌کردیم. در حقیقت این چیزی نبود به عنوان این که ما بتونیم از این استدلال بکنیم و به گفته محمد، گفته محمد رو باید در قرآن دید. در... ببخشید، خیلی ممنونم، چون ما به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. من فقط عنوان بکنم که اون چیزی که من برداشت کردم از مجموعه صحبت‌ها، همه ادیان برای زبان و مکان خودشون در واقع کامل بودند و برای همینم خیلی دنبال این شرایط نبودن که شرایط دیگری رو تحقق پیدا بکنه. در واقع کاملترین برای مکان و زمان خودشون و حیطه‌ای که مورد نظر اونها بوده در واقع ظاهر شدند. فقط بشارات و اشاراتی دارن که در واقع نشون دهنده اینه که این زمان تغییر خواهد کرد، این نیازها تغییر خواهد کرد، و در دیانت بهائی هم صراحت به این داریم که همیشه فیض الهی استمرار خواهد داشت و از هر طریقی که یه شکلش نبی بوده، یه شکلش رسول بوده و حالا به اشکال دیگری هست، ادامه خواهد داشت. اگر اجازه بدید تا برنامه دیگه‌ای و موضوع جدیدی با همه بینندگان عزیز خداحافظی بکنم. خدا نگهدارتون.